دوستان بسیار خوب، سلام عرض میکنم. امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. هفته گذشته واقعا صحبت من برای تمام ایرانیا بود. امروز صحبت من برای فارسی زبانان مسیحی است و این صحبت برای شما و برای منه. مسئله نیست چقدر در مسیحیت پیش رفته اید، چقدر در روح پاک خداوند زندگی می کنید. یه عمری مسیحی هستی و بالاخره یاد گرفتی که از خدا اطاعت کنی و پاک زندگی کنی. این خیلی سعادت بزرگی است، برای اینکه زندگی در روی زمین در همین دنیا شیرین شده است. در گلستان زندگی میکنه و مالکیت این بوستان در دست توست، خدا به تو داده است. در گلستان زندگی میکنی و در آنجا پادشاه هستی. چه زندگی پربرکتی برای یک مسیحی و مزه کردن فیض خدا چقدر شیرینه. تو عزیز یک زمان در بیابان بودی، در بیابانی خشک، بی علف، گرم. در اون موقع ها از خدا اطاعت نمی کردی و در گناه زندگی می کردی. خدا رو شکر برای این تغییر زندگی. حالا عزیزم یاد گرفتی که از خدا اطاعت کنی و برای او پاک زندگی کنی. یه سوال ازت بکنم، چرا بعضی وقتا احساس پیروزی نمی کنی؟ خداوند مسیح به خاطر خون پاکش کاری رو که در من و شما کرد، یعنی پیروزی بر گناه، خفت، مرض، تنگی، استراب، تاریکی، خونش انقدر بزرگه، انقدر بها داره که ما هرگز با عمق وجود، با تمام وجود نخواهیم فهمید که چه بزرگواری برای من و شما کرد. پس چرا احساس پیروزی نمی کنم؟ چرا هنوز خودم رو گناهکار می بینم و فکر می کنم خدا هم به من مثل یه گناهکار نگاه میکنه؟ برای خودم ارزش قائل نیستم و فکر میکنم که خدا هم برای من ارزش قائل نیست. چرا؟ فیض خدا رو چشیدم، چون که
در بیابان بودم، بیابان خشک، جهنم سوزان. و خداوند مسیح نجات رو به من داد و فیض او رو مزه کردم. پس چرا پیروزی را همیشه در مسیح احساس نمی کنم، درک نمی کنم؟ یک ذره غرور می تواند عظمت نور خدایی را که در مسیح خداوند به شما داد تیره کند. دوباره میگم این راز رو خوب بشنوید. یک ذره غرور می تواند عظمت نور خدایی را تیره کند. چرا؟ برای اینکه خدا اجازه میده. عزیزم کتاب مقدس رو درس میدی، اما هنوز قلب خدا رو لمس نمی کنی. چطور میشه ایمان قوی داشته باشی وقتی که تپش قلب خدا رو نمیشنوی، گوش نمی کنی؟ غرور باعث بی اطاعتی و گناه میشه. غرور باعث بی اطاعتی و گناه میشه و خداوند چون که تو را خیلی خیلی دوست داره غرور رو نابود میکنه. عزیز من این عظمت نور خداوندی، نجات خداوندی، عظمت پیروزی نهایی در مسیح که باید لمسش کنی، مزش کنی، احساسش کنی، اگر غرور داشته باشی خداوند میگه نه پسرم، نه دخترم، حتی یک ذره کوچیک غرور باعث شده به خاطر خدمتی که کردی وارد قلب تو شده، به خاطر پیروزی که بر گناه، بر علیه گناه در مسیح داشتی ممکنه به خودت دادی، در خودت